جای ستایل اینجا بود. به مادرت بگو به زودی رخت سیاه بپوشد. دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویند وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. می گویند هر کاری بخواهیم می کنیم، هر رفتاری را انجام می دهیم. شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید، وگرنه خفه خواهید شد. بدون نام و نشان، بدون اینکه کسی بداند چه بر سر شما آمده. این آخرین سطرهایی بود که ستار بهشتی در وبلاگش منتشر کرد، وبلاگی که منجر به مرگ او شد. او در وبلاگش قصد افشاگری داشت. ستار بهشتی متولد 1356، 35 ساله، با شغل کارگری روزگار می‌گذراند و نان‌آور خانه بود. تا سوم راهنمایی تحصیل کرد و با مادر پیرش در شهرستان محروم رباط کریم زندگی می‌کرد، در کوچه‌ای به پهنای 1 متر و در خانه‌ای که به روایت محمد نوریزاد خانه نبود، یک حداقل فضای ممکن بود به اسم سرپناه و زیراندازی که فرش و قالی و قالیچه و گلیم و جاجیم نبود، پتو بود با مختصری وسایل زندگی. 9 آبان 1391 ماموران پلیس فتا ستار را در منزلش بازداشت کردند. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بود. 4 روز بعد در تاریخ 13 آبان فوت او اعلام شد. مادرش گفته بود گویا چند انگشتش شکسته بود. چون من خطش را می شناسم. چیزی که نوشته بود معلوم بود که نتوانسته درست بنویسد، چون او همیشه بعضی حروف را شکسته می نویسد و معلوم بود که راحت نتوانسته این کار را بکند. او گفته بود کفن پسرش هنگام دفن خونی بوده است. 41 زندانی سیاسی شهادت داده بودند. آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بود. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست‌های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ‌های او به چشم می‌خورد. در بخش‌هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می‌شد. پزشکی قانونی نیز این مورد را تایید کرد. متخصصین پزشکی قانونی گفتند در معاینه جسد هیچ گونه شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نشده است. محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد. در بازداشتگاه های امنیتی جمهوری اسلامی معمولا شکنجه تا سرحد مرگ یک تهدید است، نه عملی که حتما انجام خواهد شد. اما ستار بهشتی عرف امنیتی سالیان اخیر را زیر سوال برد. شکنجه او سرحدات مرگ را رد کرد. براسی چه چیزی خشم پلیس فتا را تا این حد برانگیخت؟ مطالب وبلاگ ستار بهشتی آنقدر امنیتی و حساس نبود که این واکنش دستگاه امنیتی نظام را توجیه کند. اسماعیل احمدی مقدم رئیس وقت پلیس ایران گفته بود وبلاگ ستار بهشتی تنها 25 بازدید کننده داشت. با این حال روشن نیست بین ستار و بازجویانش چه گذشته که جلسات بازجویی به قتل او منتهی شد. شاید نفرت شخصی وجود داشت. شاید ستار ایستادگی عصبانیت آوری نشان میداد و شایدهای بسیار دیگر. نکته دیگری که میتوان در رمزگشایی از جعبه سیاه مرگ ستار بهشتی به آن دقت کرد، ناشناس بودن ستار بهشتی است. ستار بهشتی گمنام بود. در قاموس اتهامات امنیتی جمهوری اسلامی گمنامی متهم میتواند فشارهای امنیتی بیشتری را بر وی تحمیل کند. او نه استاد دانشگاه بود، نه وکیل مجلس، نه دانشجویی مشهور و نه فعال حزبی. ستار بهشتی یک کارگر وبلاگ نویس اهل رباط کریم بود که سری پرشور داشت. کسی فکرش را هم نمیکرد که یادداشت‌های انتقادی یک کارگر وبلاگ نویس به مرگ او منتهی شود. در ستار نیز غم پایان ناپذیر از دست دادن پسرش را بسیار و بسیار فریاد کرد. مادری که نه فقط نان‌آور خانه، تنها همدم خود را از دست داد.